اگر یک جو غیرت و شرف داشتند، همانند فرماندهان شکست خورده ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم، شمشیر بزرگ را با یک ضربه به شکم خود فرو می بردند و هاراکیری می کردند. زیرا در رسیدگی به ویروس کرونا در همه جبهه ها شکست خوردند و باعث افزایش مرگ و میر در ایران شدند و به هموطنان خیش خیانت کردند و یک بار دیگر نشان دادند که مهمترین امر از دیدگاه آنان ماندن در قدرت و ادامه چپاول است و جان مردم هیچ اهمیتی برایشان ندارد. در حکومتی که در دو روز و نیم 1500 نفر انسان را به گلوله می‌بندد و سپس جسد برخی از آنان را به آب رودخانه می سپارد، مردن چند صد نفر و حتی چند هزار نفر از ویروس کرونا چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟ وقتی هم که خطر جدیتر می شود، در گام نخست آخوندهای خودی را به استراحتگاه در هتل مجللی در جزیره کیش می فرستند که از خطر به دور بمانند و بتوانند خوش بگذرانند و به ریش مردم ایران بخندند. بانوی می گفت که رژیم دستور داده است که مردم تا آنجا که می توانند از خانه بیرون نیایند. پس اگر من و همسرم در خانه بمانیم، چه کسی معیشت ما را تأمین خواهد کرد؟ پول آب و برق را از کجا بیاوریم؟ کرای خانه و قسط بدهکاری های من به بانک را چه کسی بپردازد؟ در کشورهای دیگر، مثلا در اسرائیل، هر کس که ناچار به قرنطینه در خانه خود می شود، حقوق کامل ماهیانه خیش را دریافت می کند. آیا رژیم ایران هرگز به این نکته اندیشیده است؟ آیا کوچکترین کمک مالی به این نگون بختان ارائه می شود؟ خیر، نشده است. وقتی بودجه موشک و اتم و کمک به سازمانهای ترور و پول هتل آخوندها را تأمین می کنند، دیگر پولی نمی ماند که به مردم آسیب دیده بدهند. اگر هم بماند، 1000 میلیارد تومان آن را صرف تزیین آرامگاه حضرت زینب در سوریه می کنند. تکلیف کودکان کار چه می شود؟ چه کسی از آنان حمایت می کند؟ آنان اگر در خیابان نخوابند، در کجا می توانند بخوابند؟ خیابان خوابهای دیگر و گور خوابان تکلیفشان چه می شود؟ اینها در کجا می توانند خود را قرنطینه کنند؟ در معرض بزرگترین خطر قرار دارند. حالا علی لاریجانی می آید و ظاهراً از ملت تشکر می کند که شکیبا بوده و استقامت کرده است. آیا چاره دیگری در برابر مردم ایران گذاشته اید جز آن که رنج ببرند، بیمار بشوند، تلفات بدهند و به خدا پناه ببرند و دعا کنند که پروردگار همه دست اندرکاران رژیم را به کرونا مبتلا سازد و به آنجا بفرستد که دیگر نتوانند بازگردند؟ سپاه پاسداران به مردم مژده می‌دهد که تا پایان دوران کرونا در کنار ملت ایستاده است. این حرف‌ها یعنی چه؟ تا به حال برای یاری رسانی به مردم چه کرده اید؟ اصلاً چه می‌توانید بکنید؟ یک کار عملی از دستشان برمی‌آید و آن اینکه محموله کمک رسانی از جانب سازمان جهانی بهداشت را
بدزدند و در بازار سیاه بفروشند و داروخانه ها به مراجعه کنندگان بگویند ببخشید نداریم. ادعا می کنند که قادرند روزانه 1,000,000 ماسک تولید کنند. کجا رفت؟ هنوز هم داروخانه ها نمی توانند به این تقاضای مردم پاسخ دهند و رژیم دست تمنا و تقاضا به سوی ترکیه و روسیه دراز کرده، ولی پیشنهاد کمک از جانب آمریکا را رد می کند. تنها هنرشان آن بوده که قصد دارند یک بیمارستان صحرایی در داخل یک محله مسکونی در شمال کشور برپا کنند که آن هم با کمک ارتش خواهد بود و پس از اعتراض مردم آن را به نقطه دیگری دور از جمعیت منتقل ساختند. از آنان بپرسید که اصولاً چند بیمارستان صحرایی در اختیار دارند که این همه بر تبل جنگ میکوبند و اعلام میکنند که در ظرف چند دقیقه اسرائیل را نابود خواهند ساخت و در ظرف چند روز آمریکای جهانخوار را از روی نقشه جغرافیای جهان حذف خواهند کرد. خدای ناکرده اگر آن کشورها در دفاع از خود یک موشک شلیک کنند که به نقطه‌ای در داخل خاک ایران اصابت کند، سپاه چگونه خواهد توانست به زخمی ها برسد؟ ندانم کاری آنان به حدی است که رهبر حکومت میگوید که این بیماری چیزی نیست، مصیبت های بزرگتری وجود داشته است. خامنه ای آگاهی ندارد و یا شاید به اطلاعش نرساندند که چه هرج و مرجی در ایران به راه افتاده و پس از چین ایران دارای بزرگترین تلفات بوده و پس از چین به مرکز شیوع بیماری در دیگر کشورهای جهان مبدل شده است. این را علی خامنه‌ای نمی‌داند و اگر می‌داند تجاهل می‌کند. بعد هم به جای آن که بیایند و بیمارستان‌ها را تقویت مالی کنند و وسائلی برای معالجه مردم و یا دست کم تلاش برای جلوگیری از ادامه ابتلا تهیه کنند، رهبر میگوید که مردم بروند و دست دعا بلند کنند، چند آیه هم بخوانند و خوب شوند. چنین حکومتی خوب میداند ویران کند، ولی نمیداند چگونه به سازندگی بپردازد. زیارتگاه های قم مرکز شیوع ویروس بوده و به جای آن که آن اماکن را موقتاً تعطیل کنند، ادعا دارند که زیارتگاه محل شفابخشی است. چگونه ممکن است مرکز شیوع بیماری باشد؟ شما دروغ میگویید. و یک لحظه به این فکر نیفتادند که بیمارستان‌های ایران که اکثر آنها خصوصی هستند به کمک مالی نیاز دارند تا بتوانند شمار بیشتری از مبتلایان را در خود بپذیرند. گوش شنوا وجود ندارد. وزیر صنعت در مورد تولید ماسک‌های درمانی دروغ می‌گوید و وزیر بهداشت ناچار می‌شود این دروغ پردازی‌ها را افشاگری کند. خود حسن روحانی نیز به جای آن که با دلسوزی مردم را راهنمایی کند و نهادهای حکومتی را به مسیر یاری رسانی واقعی به ملت هدایت کند، مانند رهبر رژیم ادعا می کند که درباره کرونا اغراق شده و ملت را ترساندند و وضع چندان هم هراسناک و خراب نیست. فرماندهان سپاه پاسداران
و برخی از سیاستمداران شیاد حکومت ادعا می‌کنند که این ویروس از چین آغاز نشده، بلکه جنگ میکروبی آمریکاست که هدفش تضعیف اقتصاد رژیم ایران است. با این حرفها مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازند. سراسر دنیا از شیوع کرونا به آشوب افتاده، ولی آنها ادعا میکنند که آمریکا توطئه کرده که فقط اقتصاد رژیم ایران را با این کار هدف قرار دهد. آمریکا با برقراری تحریم‌های یک سالانده اخیر اقتصاد رژیم ایران را به آسانی به آستانه ورشکستگی کشانده. بنابراین به ویروس کرونا که اقتصاد خود آمریکا را نیز سخت آسیب پذیر ساخته نیازی نداشته است که به شیوه تازه‌ای بپردازد تا رژیم نابخرد کنونی در ایران را به زانو درآورد. از این پس چه خواهد شد؟ یک گروه ادعا می‌کنند که خود رژیم مصیبت کرونا را بزرگ نمایی می‌کند تا گناه شکست‌های دیگر خیش را به گردن آن بیاندازد. این شیوه‌ای بود که رژیم در جنگ 8 ساله با عراق نیز در پیش گرفت و در پاسخ به اعتراض‌های مردمی درباره ویرانی و رکود اقتصادی و فقیرتر شدن مردم 8 سال جنگ با عراق را بهانه قرار داد. ولی در 32 سالی که از پایان آن جنگ لعنتی می گذرد، ایران 100 پله خرابتر و ویرانتر و بدبختر شده است و مردم دیگر چنین بهانه ای را نمی پذیرند. احتمال منطقی تر آن است که وقتی بیماری گسترش یابد و مرگ و میر بیش و بیشتر شود، مردم از جان خود خواهند گذشت و با اراده قاطع تری به خیابانها خواهند آمد و این دقیقا همان سناریویی است که رژیم سخت از آن می ترسد و می کوشد با سیاسی کردن یک ویروس همگیر راهکارهای سیاسی بیابد و نه آنکه در فکر درمان پزشکی آسیب دیدگان باشد. در چنین وضعیتی و حال و هوایی اگر یک جو شرف داشتند، مانند فرماندهان شکست خورده ژاپنی در جنگ جهانی دوم، شمشیر را یک ضرب به شکم خود فرو می بردند و هاراکیری می کردند.